أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د افغانستان د اسلامي امارت د تجارت محترم وزیر دوست بسیار عزیز گرامی ما وزیر محترم سرمایه گذاری جمهوری ازبکستان و هیئت همراهانشان از طرف سکتور خصوصی افغانستان به همه گی دوستان ازبکی ما تاجران ازبکی خوش آمدید میگم. خوش آمدید، خوش گلدنگیس به افغانستان. جناب وزیر صاحب، بیانیه که دادن سکتور خصوصی افغانستان از امارت اسلامی افغانستان از وزارت محترم صنعت و تجارت اظهار سپاس و امتنان میکنه که چنین برنامه را هم در ازبکستان و هم در افغانستان رهبری کرده. ما از صمیم قلب نمایندگی از سکتور خصوصی افغانستان اظهار سپاس و امتنان میکنیم و هم از جانب ازبکستان و هم از امارت اسلامی افغانستان که زمینه را مساعد کرده، زمینه امنیت، من فساد، من کشت کوکنار و سایر رشدی که درباره رشد سکتور خصوصی آمده، ما از صمیم قلب اظهار سپاس و امتنان میکنم. ما میخواهیم که از دیگه گفاتر شویم. واقعا که نمایشگاه یا بزنس کنفرانس که امروز در افغانستان هستند، دو چیز ما باید به هم رفت بدیم: ظرفیت ازبکستان و فرصت افغانستان. ما باید دو را به هم جوین کنیم. فرصتی که پیلن در افغانستان است و ظرفیتی که در ازبکستان است، ما او را به هم جوین کنیم که چرکم بتانیم با هم کار کنیم. سکتور خصوصی افغانستان با کمال افتخار میل داره که با تاجران ازبکی یک جای کار کنه. یک جای کار ما به این معنی هستند، ما میخواییم که یک بانک داشته باشیم. از طریق بانک ما میخواییم که انتقالات خود اگر ازبکال در جانب ازبکستان در این طرف با ما موافق باشه، جناب وزیر صاحب محترم، ما در این باره آماده هستیم که با بانک همراهشان همکاری کنین تا هم در انتقالات پولی ما و هم مشکلاتی که ما در پول داریم که او را از بین ما برداره. سرمایه گذاری مشترک بندری، ما میخواییم که در بندر، جناب وزیر صاحب، پیشنهاد اول برای شما، بعدا به جانب ازبکستان، به هر دو حکومت هستند. ما میخواییم که چرکم بندرهای خود استاندار بسازیم تا ما از امی بندر بتانیم در هر جایی که ما مالهای خود روان کنیم، ما او را به بسیار وجه احسن روان کنیم تا بتانیم در بندر ما مشکلات نداریم، صادرات ما جر شود. لیلایل هم ما تقریبا دودی یک میلیون تن ترانزیت ازبکستان تا آسیای جنوبی به بسیار خوبی بدون کدام مشکلات رساندیم که هم برای ما مایه خوشبختی است و هم برای ازبکستان. جناب وزیر محترم، سه جانبه قراردادی که دیروز شما مجلس داشتین با ازبکستان، با قزاقستان، با همه کشورهایی که داریم، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان، پالوی امارت اسلامی افغانستان، با وزارت صنعت و تجارت، همه حساد هستند و ما میخواییم که از این حمایت بکنیم. دو چیزی که مهم دارم میخواییم که از طریق شما جناب وزیر صاحب به صدراعظم جمهوری ازبکستان هم خوش آمدید میگویم از طرف سکتور خصوصی و هم از طریق شما ما به نمایندگی سکتور خصوصی اطمینان میدیم که ما آماده هستیم به نظر، به هدایات مقامات صالحه امارت اسلامی افغانستان، به همه کشورهای همسایه، خصوصا با ازبکستان که یک همسایه نیک ما هستند، در همه شرایط با افغانستان همکاری لازم داشته باشیم. چیزایی که ما در فکر داشتیم، پیشنهاد کرده بودیم، جناب وزیر صاحب شما اطمینان داده بودین و جناب وزیر صاحب قدرت الله یوپم برای ما اطمینان دادن و ما باز اطمینان میکنم. ما میخواهیم که از این به بعد ما به کنفرانس ها تیر شویم. ما باید وارد عمل شویم. وارد عمل باید در سرمایه گذاری ما باید داشته باشیم. وارد عمل باید شویم. هم تجارانی ازبکی، هم تجارانی افغانی، ما باید وارد عمل شویم. ما چون وقت کم هستن، ما و شما دیگه ملاقاتم داریم، میخواهیم یک چیزی که در روزای عید که زعیم امارت اسلامی افغانستان شیخ سید عبدالقادر امیرالمومنین هدایتش به تمام رشد اقتصادی ما بودن که میخواییم به اجازه شما وزیر صاحب که همه را به همه دوستا باید بخوانیم. شیخ سید در روزای عید هدایتش به تمام سکتور خصوصی افغانستان بود. امارت اسلامی افغانستان در بخش اقتصادی به خاطر پیشرفت در زمینه اقتصادی و از بین رفتن مشکلات اقتصادی مردم بالای تمام سرمایه داران و تاجران یک بار دیگر صدا می کند که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کند و در پیشرفت و ترقی افغانستان مسئولیت خویش را ادا نماید. امارت اسلامی افغانستان به امنیت آنان و رعایت حقوق همه
متحد هستند و تمام ادارات امارات مکلف دارند که جهت رفاه و پیشرفت اقتصادی افغانستان برای سرمایه گذاران سهولت‌های لازم را فراهم کند و در این بخش به خواستای آنان توجه و رسیدگی نماید. ما جناب وزیر صاحب محترم بازم از شما اظهار سپاس و امتنان میکنم. از همگی دوستایی که از دور و نزدیک تشریف آوردن، تاجرای بسیار بزرگ کشور ما که در خارج سرمایه گذاری کردن تشریف آوردن، جناب محترم برادر بزرگوار ما کامگار صاحب بزرگوار که همیشه در این مملکت چه صدا سر صدا کردیم، همین تشریف ده. جناب محترم مجید صاحب مایل معاون صاحب تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، فقیری صاحب، جناب آقای خاپی صاحب، همگی دوستایی که در اینجا هستن، ما از صمیم قلب کسی که نامایش نگرفته بودم کلان و سکتور خصوصی ما جناب علی کلی صاحب از همگی اظهار سپاس و امتنان میکنم. خداوند تعالی این دوستی ما را دائم و قائم داشته باشه و ما انشالله به امارت اسلامی افغانستان هم زبانش زبان است انشالله، ما میخوایم که این دوستی قائم میشه. با عزت و کامیاب باشین. درود بر شما.